چند تا آپدیت دیشب با هم اومدن. iOS 17.6 خیلی وقت بود iOS 17 آپدیت نگرفته بود. iOS 17.6 رو گرفته که اتفاق خیلی بزرگی روش نیفتاد. این چیز عجیبی بهش اضافه نشده، با اینکه عدد دومش بزرگه ولی اتفاق همچین خاصی روش نیفتاده و بیشتر رفع باگ بوده و رفع مشکلات امنیتی و اینجور چیزا که حتما آپدیت کنید. به جز این مکوس 14.6 اومد که دقیقا مثل همون 17.6 ولی یه تفاوت بزرگ داره. مکبوک پروهای M3 خالی یه دونه مانیتور ایسترنال رو ساپورت میکردن که با این آپدیت میتونن دوتا مانیتور ایسترنال رو ساپورت کنن. اینو چند وقت پیش هم احتمال داده بودیم که این اتفاق بیفته. وقتی مکبوک ایر M3 خالی دوتا دیسپلی ایسترنال ساپورت میکرد، منتظر بودیم که یه آپدیتی بیاد که مکبوک پروهای M3 خالی هم دوتا دیسپلی رو ساپورت کنن. این از 17 ها. اما iOS 18 نسخه دوم پابلیک بتاش اومد که اینم خیلی اتفاق بزرگی نیفتاده، چند تا چیز کوچیک بهش اضافه شده. مثلا تو کریرهای بیشتری RCS رو ساپورت میکنن. کریر میشه یه چیز مثل همراه اول، ایرانسل و کریرهای بیشتری تو دنیا RCS رو الان ساپورت میکنن واسهش. و RCS هم همون سیستم آی مسیج رو فرض کنین، ولی بین اندروید و آیفونه، یعنی دیگه فقط محدود به کسایی که اپل دارن نیست، یا برای اندرویدیا فقط محدود به اندرویدیا نیستش، دیگه میتونن با هم صحبت کنن روی اینترنت و یه چیز شبیه واتساپ و ایناست یا آی مسیج، ولی خب دیگه فقط انحصار چیز نیست. بجز این والپیپرهای کارپلی اضافه شده که اینم چند وقت پیش صحبتشو کردیم، چهار تا والپیپر برای کارپلی که توی پابلیک بتا 2 اضافه شده. یه قابلیت دیگه هم اینه که وقتی گوشی رو دارک مود نیست، در واقع رو لایت موده، میتونیم از ویجت های حالت دارک مود توش استفاده کنیم. دیگه چیز بیشتری در نیومده فعلا، من چیز خاصی ندیدم برای بتا دوم iOS 18 پابلیک. اما یه چیز جالب که پیش اومده اینه که اولین بار این اتفاق داره میفته، دیولوپر بتای 18.1 اومده. معمولا عدد دوم ندارن اینا تا نسخه اصلیش بیاد، مثلا 18 رسمی که میاد بعد اینا میرن تو 18.1، حالا دیولوپر بتای 18.1 شروع میکنه چیز شدن. این یه چیز جدیده و یه اتفاقی داره میفته که این هم جدیده. ببین، اپل اینتلیجنس گفتش تو پاییز میاد و ما فهم کردیم که با عرضه رسمی iOS 18 اپل اینتلیجنس هم میاد، اما با این داستان ما میفهمیم که وقتی iOS 18 میاد توش اپل اینتلیجنس نیست. وقتی آیفون های 16 میان تو بازار اپل اینتلیجنس ندارن، باید صبر کنیم آپدیت 18.1 بیاد و اون موقع آپدیت رسمی 18.1 بیاد و اون موقع اپل اینتلیجنس داخلش هستش. حالا زمانی که گفتن برای iOS 18.1 اینه که احتمالاً تو اوایل اکتبر بیاد، یعنی سپتامبر iOS 18 میاد و ماه بعدش iOS 18.1 میاد و اپل اینتلیجنس تو iOS 18.1 به بعد خواهد بود، تو 18 خالی نداریمش. یه نکته دیگه هم داره این 18.1 دیولپر بتاش. الان بخوایم آپدیت کنیم، میبینیم که رو آیفونایی که 15 پرو و 15 پرو مکس نیستن اصلا این گزینه دیولوپر بتای 15.1 نمیاد، یعنی همون دیولوپر بتای 15 و پابلیک بتای 15. 15.1 فقط روی آیفونای 15 پرو و 15 پرو مکس دیده میشه که اصلا بخوان آپدیت کنن، و آیپد ها و مک هایی که چیپ M دارن. و اینم باز یه چیز جدیدیه دیگه، کلن سیستم جدیده و نبوده اینجوری، و به این معنی هم نیستش که آیفون های مثلا غیر 15 پرو ها آپدیت 18.1 نگیرن. وقتی نسخه اصلیش بیاد میگیرن، فقط این اپل اینتلیجنس توش نیست، ولی چون الان فقط تنها اختلافش اینه و فقط دستگاه چیپ سری M دار میتونن اینو داشته باشن و آیفون های 15 پرو
واسه همین الان فقط و فقط آیفون های 15 پرو اینا میتونن اینو ببینن. حالا وقتی آپدیت میکنیم همینجوری سیری همون سیری قبلیه. کاری که میکنیم اینه که باید بریم از تو سیتینگ اپل اینتلیجنسمون رو فعال کنیم. حالا من رو گوشیم که ندارم، آیفون 11 گوشیم دیگه، ولی رو مک اینو دارم و منوهاش هم دقیقا همین شکلی مثل مال آیفونه. میایم تو سیتینگ و میبینیم سیری نیست، عوضش اپل اینتلیجنس و سیری با هم رفتن توی یه بخش که میایم اینجا جوین اپل اینتلیجنس ویت لیست، میریم تو بپیوندیم به لیست انتظار اپل اینتلیجنس، اینو میزنیم جوین اپل اینتلیجنس فلان و الان همینجوری با سب کنیم، کار خاصی لازم نیست بکنیم. این سب کردنه واسه اینه که هجوم کمتری برده بشه به این و از اون وری یه سری فایل لازم داره که دانلود کنه. من وی پی این هم روشن بود نمیتونست چیز کنه. ببین الان نوشته که رفتی جوین شدی، همین الان رفت تو حالت آماده شدن. آماده شدن رو اینجا میتونیم ببینیم که داره مثل بنز چیز نیز دانلود میکنه، نه با سرعت 10 مگابایت 11 مگابایت همینجوری داره دانلود میکنه و این فایلاییه که برای اپل اینتلیجنس لازمه. یه نکته ای که هستش اینه که اگه دو تا دستگاه داریم با یه دستگاهمون میتونیم اپل اینتلیجنس همین کارو بکنیم و لازم نیست رو دستگاه دیگه‌مون این کارو بکنیم. مثل اینکه کافیه. حالا این تکلیف این فایلی که دانلود میکنه چی میشه دقیقا نمیدونم، ولی روی دستگاه کافیه که فقط این کارو بکنیم. ما چند تا دستگاه داریم، ایناش اینجا میتونیم ببینیم چیز نتورکو که 60 تیر داره دانلود میکنه. خلاصه باید تب کنیم تا این دانلود شه و بعدش سیری میشه اون سیری جدید و اپل اینتلیجنس فعال میشه. تو ویدیوی بعد راجبش صحبت میکنیم که چه قابلیت هایی رو الان داریم و چه قابلیت هایی رو نداریم.